بیننده ادامه برنامه صبح و زندگی از شبکه های آریانا و آریانا نیوز به طور زنده هستند و همچنان شنونده ما همی لحظه از طریق رادیو نوده آریانا افم امیدوار از دیدن گزارش حفیظ جان همچنین لذت برده باشین در این لحظات برنامه مهماندار هستیم و مهمان ما هم آقای آرش نورجان هستند که خودشان سخنران انگیزشی و مربی فن بیان هستند و امروز مشخصا در رابطه با پارادوکس الهام میخواین صحبت بکنن همه ما و شما دوست داریم در زندگی خود خلاقیت داشته باشیم و بعض از اوقات مشخص روز گهگاه زمانی که فکر ما کاملا آرام می باشه ما دوست داریم در بعض از بخش های زندگی خود یا در روند زندگی خود خلاقیت هایی را داشته باشیم یا هم دوست داریم در ساحه کار خود خلاقیت را ایجاد بکنیم اگه چه زمان های بسیار مناسب به داشتن خلاق خلاقیت هست همین موارد را از استاد محترم خواد شنیدیم سلام و صبح شما خیر بسیار خوش آمدین به صبح ها زندگی سلام وقتتون بخیر صبح تمام بینده های عزیز بخیر ان که حال شما و تمام دوستا خوب باشه بسیار تا شکر سلامت باشین موضوع بسیار مهم است و همه ما شما نیاز داریم که در زندگی خود خلاقیت را ایجاد بکنیم و خلاقیت داشته باشیم تا زندگی ما از روند تکراری و خستکانش بیرون شوه و بر ما جذابتر و خوشایندتر تمام شود در ابتدا از شما میشنویم که خلاقیت چه هست؟ قربان شما شما سلامت باشین بس خلاقیت در این بیشتر ربط مستقیم با مفهوم الهامگیری گرفته به این معنا که خیلی از وقتها ما دما در بعضی از موقعیت‌های زندگی ما یا بعضی از ساعت‌های زندگی ما لحظات از زندگی ما ایده های نوتر داریم تا اکثریت وقتهایی که ما به صورت تکراری مثلا روز سفری میکنیم مفهوم کلان از این بحث خلاقیت در بحث پارادوکس الهام میتونه تو باشه که کدام زمانهای خاص در وجود انسان میتونه تاثیر داشته باشد تا ایداهای نو بر خود بسازه و اگر کلا نمی مفهوم پارادوکس الهام با خلاقیت بتونیم رب بتیم با یک جمله میتونیم تو بگیم که بیشتر آدما زمانایی که روی یک مسئله تمرکز عمیق ندارند بیشتر میتونن رای حل و خلاقیت پیرامون اون مسئله پیدا کنن این شاید سوال خلق شد بر از که دوستان میگن ولا استاد چی میگی؟ خیلی از وقت آدم ها نیاز دارن تمرکز کنن تا حل مسئله کنن یا تمرکز کنن بعد خلاق شون بوده ای قسم البته در مسائل مثل حل مسائل ریاضیکی یک دانش آموز است دوست داره یک مسئله را حل کنه یک سوال را حل کنه نیازمند است که عمیقا تفکر کنه عمیقا تمرکز کنه و متوجه باشه که با کدام خلاقیت ها میتونه که سوال خود را حل کنه خب یا یک شرکت است یک شبکه کلان است یک نهاد کلان است میخواید که بودیجی مالی یک سال خود بسنجه و اینجا یک کارمند داره که باید را حل کنه این کارمند نیاز داره که خلاق باشه نیاز داره که تمرکز کنه و کل فوکسش پیرامون حل اون اون مسئله باشه اما اما اگر ما این پیرامون حل مشکلات زندگی ما ارتباطات ما روابط ما خانواده ما یا مفاهیمی که بیشتر ربط بر حل سوال به صورت ریاضی کی نداشته باشه نیازمند بر از میشیم که تمرکز خود از روی از اون مسئله جمع کنیم خیلی از وقتا مطمئنا شده که وقت مثلا صبحانه خوردن هستیم که یک مشکلی که درگیرش بودیم در چند روز دفتا ایده آمده الهام شده در ذهن ما ای گفتیم حل شده و حتی در تاریخ ها ما داشتیم ارشیمیدوس امو اصل ارشیمیدوس که پیدا میکنه داخل داخل آب هست که آب بازی میکنه و بسلا خود سر خود حمام میته خود میشوی و حتی خنددار و جالبشی هست که برهنه بیرون میشه مگه پیدا کردم پیدا کردم داد میزنه و این در حال بوده که اصلا متمرکز به این مسئله نبوده یا داستان نیوتونه که میای قوی جاذبه را با افتادن یک دانه سیب کشف میکنه دو لحظه فکر نمیکرده که ما بود یک سیب بیفته و ما تفکر کنم شاید پیرامون زندگی خود فکر کرده باشه شاید استراحت کرده باشه برای یک لحظه شاید با. که فکرش یک سمت دیگه بوده باشه یعنی تمرکز مستقیم روی سیب نداشته تمرکز اه. مستقیم روی قوی جاذبه نداشته دفعتا یک اتفاق میفته و این میره به دنبال از اینکه در مول لحظه الهام گرفته و ایده نو پیدا کرده و رفت خلاقتر شده به می خاطر میگیم پارادوکس یعنی تضاد الهام ما تمرکز نمی کنیم ما توجه به یک مساله نمی به صورت ناخودآگاه در یک لحظه خاص از زندگی ما بر ما یک الهام میشه و ما میتونیم در اون لحظه خلاقیت داشته باشیم خیلی بعض افراد هم دوست دارن که خلاقیت را خودشان بکنن مثلا تصمیم میگیرن که خب در رابطه با یک برنامه در رابطه روند کاریشان یا مسائل مختلف زندگیشان خلاقیت را داشته باشند ولی از قبل برنامه ریزی میکنن. چه تفاوت وجود دارد بین خلاقیت که با برنامه ریزی صورت میگیره و خلاقیت که بدون برنامه ریزی و اتفاقی صورت می‌گیرد؟ یا الهام که میتونیم داشته خیلی عالی بحث دومی که خلاقیت که با برنامه میباشه تقا اخیر نشان میده که آدما همه روزه با صفحه های نمایش مختلف درگیر هستند. از گوشی های موبایل ما گرفته تا صفحات اجتماعی رسانه ها کلن بر ما یک عالم اطلاعات میده اما یاد ما باشه که هیچ اطلاعات را ما جز از ای که چند تا میار داشته باشن نمیتونیم نام شبانیم آگاهی و دانش حتی یونسکو تعریف اخیرش کامد در بخش سواد و علم توری بود که گفتن که علم یا دانش به اطلاعات گفته میشه که ما توسط از او اطلاعات بتانیم تغییر در زندگی خود ایجاد کنیم پس <applause> اینجا بحث ایجاد میشه که اگر اطلاع اگر انفرمیشن و دیتای نتانه در زندگی ما تاثیر بانه به با دانش و علم بودنش باید شک کنیم این چی داره با خلاقیت با برنامه ریزی ربطش طوری هست که آدم وقتی اطلاعات میگیرن اگر رویش کار شوه، رویش وقت مانده شوه و تصامیم گرفته شود، انتخابای دقیق داشته باشند و فکر کنند که آیا میتونن با می اطلاعات تغییر در زندگیشان بیارن، تبدیل میشه به آگاهی و آگاهی همه روزه بر ما داده میشه اطلاعاتی است که پروسس میشه ما فکر میکنیم که کمک کننده است نامش میمانیم آگاهی آدمای آگاهتر آدمای هوشیارتر آدمایی که اطلاعات دقیق مناسب با منابع و میارات علمی را یاد گرفتن و استفاده کردن میتونن در زندگیشان اینا آدم هستن که خیلی از وقتها وقت برشون یک کار میتین حتی او کار برای ملاحظه رای حل نداره و او آدم خلاق میشه چرا چون یک عالم دیتا داره یک عالم اطلاعات داره یک عالم دانش داره دانش کاربردی داره کاملا قابل قبول است اما خیلی از وقتا بعضی از مسائل ملاحظه حل نمیشه ما تمام تلاش خود در بس امروز میخوایم کنم که مخاطب بفهمه که اگر سوالات یا چالش هایی که در زندگی داریم خیلی از وقتا حل نمیشه و ما مشکوک میشیم که ما حتما هوشیاری ما آگاهی ما کمتر از خیلی از وقتا این قسم نیست باید وقت بگذارن باید, باید, تمرکزشان از روی از اون مسئله دورتر کنن امکان از این خیلی وجود داره که در امون لحظه برشان الهام شوه و او سوال را که خیلی از وقتها حل نتانستن حل کنن بسیار خوب در کل استاد ما چی نیاز داریم تا در زندگی خود خلاقیت داشته باشیم؟ سوال خیلی اساسی که اکثریت کلن آدم ها کلا میتونیم آدما بگیم درگیر با این بودن به صورت خداگاه یا ناخداگاه که خب چی میشه خلاق بود یعنی بعد خلاقیت چی چقدر کمک میکنه به حل از این سوال یا پاسخ دقیق از سوال خیلی از وقت ها میتونه برازی باشه که اگر خلاق نباشیم چی میشه یعنی وقت به خلاق نبودن فکر کنیم با آسیبه که ما از خلاق نبودن میخوریم فکر کنیم متوجه به این میشیم که خوبه باید خلاق باشیم و تاثیرش مطمئنا روی زندگی ما میتونیم داشته باشیم جوان که آدم که در یک کاری که اکثریت آدما نتونستن حل پیدا کنند یا او مسئله رو ساده بسازند میای خلاقیت میکنه از اطلاعات آگاهی که داره استفاده میکنه یا آمده پارادوکس الهام یاد گرفته در امول لحظه اصلا تمرکز نمیکنه بر از میره پیرامون مسائل دیگه فکر میکنه به یک بار که میبینه که برش الهام شده ناخداگاه کنون مسئله حل قسم میشه یادم وقت تجربه خلاقیت داشته باشه مطمئنا عاشق خلاقیت میشه یادم دیگه میره کار خود پیدا میکنه یادم دیگه راحت تر عاشق میشه یه آدم راحت تر کتاب میخونه یادم به دنبال راههای مطالعه جدید میباشه به دنبال را... بدنبال از این نمی باشه که از شرایط گله کنه یا اگر خلاص کنم که خلاقیت چقدر کمک میکنه آدم جزی نگر دیگه نمی باشه اگر زندگیش با آمدن شرایط نو اتفاقات نو تجربه میکنه که ناخوشایند است برش یادم منفعل نمیشه مثل مخاطب منفعله که فقط در صفات اجتماعی میگرده و فایلا کسایی هستن که مثلا صفات اجتماعی رو خوب پیش میبرن یا صفات اجتماعی متبر دارن تاثیر گذار هستن اینا فقط تزریق میشن منفعل هستن این آدم ها دیگه منفعل نمیباشن آدم خلاق خودشان میرن کار میکنن حتی حتی اگر کارهایی که قبلا میتونستن حال انجام دادن میتونن برعکس دیگه انجامش میدن میرن راهی جدیدتر انتخاب میکنن به راههایی می باشند که خود به مو خوشحالی درونی خود بسازه برسانه و جالب است که خیلی از آدم ها فکر میکنن که نه مثلا ما با اینمی گلاس آب میخورم اگر دیگه گلاس باشه آب نمیخورم خب کی چی دیگه مثلا خب خنددار است یعنی یک مثال شاید خیلی ساده بوده باشه خیلی از وقتها یک آدم میگه که من توسط فلان کار میتونم بر مردم خدمت کنم اگر اون اون کار از ما بگیرن دیگه من فلج هستم من منفعل هستم نه یکسم نبوده خود اگر خلاق هستی تو میتونی یک کار نو خود انتخاب کنی کنی اونمو خدمات ارائه کنیم دقیقا یعنی روش شما میتونه توسط خلاقیت انتخاب بکنیم تغییر بتیم ولی اصل هدف جامد. ما عین هدف باشه که ما در گذشته هم داشتیم واقعا موارد بسیار مهم را استاد بیان کردین ولی در کل چقدر آرامش فکری آرامش روانی و داشتن دوستای مثبت نگر در کنار ما میتونه به بهترسازی خلاقیت در ذهن ما کمک کننده باشد پرسش خیلی عالی خیلی از وقتا دوستات درگیر برازی میشن که خب اینمی پارادکس الهام یا اینمی بحث خلاقیت چه وقتای بر ما مثلا میایه یا الهاما رو ما از کجا میگیریم <applause> که شما هم یاد آوری کردین که آرامش ذهنی اما مفهوم کلانش یا راهکار کلانشی هست که طرف اگر میخواید یک مسئله را بدون تمرکز کردن به اون مسئله حل کنه بعد خیلی از وقتها مدیتیشن کنه این که مدیتیشن چی است ما از دوستان میخوایم که خودشان برند بررسی کنن و بگردن من بحثش باز نمی کنم به دلایل و نمیخوایم صحبت کنم پیرامورش. میتونن مدیتیشن کنن یا خود در مو حالت قرار بتن که از داخل خالی باشن و یک جای مخاندم که از یکی از کتابای خیلی سابقه مربوط به قرن سیوم چارم که به اون متن کنجا نوشته بود به درون خیش بنگر و خیشتن را توهی نگهدار اگر اشتباه نکنم این مفهومش یه ای که آدما زمانی که خالی میشن یعنی ذهنشان درونشان خالی میکنن او زمان است که نو برشان میایه او زمان است که خلاقیت خلق ایده میکنن برای خودشان آدمایی که پر هستن یا اون ماین مایندفولنس که خیلی یک بحث کلان است یا آدما خیلی از وقتها بدون بار خلاقیت نمی باشن شک کردن دیگه من میره میفهمم می حتما یا با اینمی راهکار حل میشه یا دگه کل راهکارهای دیگه اشتباه است یا اینمی فرمول اینمی سوال حل میکنه در غیر از دیگه فرمولا کاملا اشتباه است یا اینمی کار مرا به خواسته میرسونه یا کلا دیگه کارا اصلا دوست داشتنی نیست یا آدمای قسم شک هستن اما آدمی که خود خالی میکنه و در موقع آرامش زینی قرار میگیره مثلا چشمای خود بسته میکنه تنفس عمیق میکنه یا مو تنفس شکمی و دیافراگمی میکنه در لحظه خود خالی کرده از تمام اتفاقاتی که همه روزه تجربهش میکنه و اصلا پیرامون اونمو مسائلی که دوست داره خلاق باشه در بخش بح. فکر نمیکنه خلاق تر میشه دوستا چقدر میتونن نقش داشته باشن مطمئنا خیلی تاثیر عمیق داره در زندگی کل آدما روابط ارتباطات در کل و ما همیشه گفتیم که دوستایی که خلاق تر باشن پیرامون ایده ها صحبت میکنن دوستایی که خلاق نباشند پیرامون اتفاقات صحبت میکنند و دوستایی که احمق مثلا باشن پیرامون حرفای صحبت میکنند که معمولا بین مردم هم بوده و گفته میشه و دست به دست میشه دوستای خلاق همیشه یک ایده رو روی زمین فرض میکنیم ایده انداخته میشه اونجا با هم نشستن و پیرامونش بس میکنن هر کدامش آگاهی داره هر کدامش اطلاعات داره کوره تبدیل به کرده و نظریات خود شریک میسازه خیلی از وقتها بر خودم ما اتفاق افتاده که ما پیرامون یک مسئله هفته, هفته ها فکر کردیم به نتیجه خاص نرسیدیم اما لحظه با دوست خود صحبت کردیم بر ما گفت که لالا این تو این تو این تو ایول گفتم چطور ما متوجه نشدیم چون آدم درگیر بوده دمو مسئله ده خل نسبت به ما بیشتر بوده مطمئنا کمک میکنه خب بعض اوقات ما خلاقیت را در ذهن خود می داشته باشیم یا خلاقیت میکنیم در کار و دوست داریم که موضوع را با دیگران شریک بسازیم ولی ممکن است در میان کسایی که شنونده ما باشن یا مخاطب ما باشن افراد باشن که واقعا منفی نگر باشن گفتن اهداف و برنامه های ما چقدر میتونه بر دیگرا امو انرژی که ما به خاطر بد آوردن اهداف خود داریم کاسته شوه و کمتر بسازه ما پیشنهادم همیشه برازی بوده که خیلی از وقتا ایده ها و اهداف و خواسته ها و در چیزایی که خلاقیت کردیم و بر مردم نگیم حتی اگر دوستای ما باشه به دلیل از اینکه بخوایم نخواهیم هر روز بر ما اطلاعات داده میشه و تحقیقات ثابت کرده که اکثریت اطلاعاتی که ما داریم به اساس تیپ شخصیتی ما، استایل ما، افکار ما، باورهای ما برای خود میسازیم بله. و خیلی از وقت‌ها اگر روی آدم‌های دیگه شریک میسازیم دوباره برای ما اطلاعات بیشتر توسط اونها داده میشه و ذهن ما خیلی از وقتها درگیر میشه ما نمیتونیم راه حل که پیدا کرده بودیم اعمالش کنیم و بریم به سمت تطبیق کردنش. مگه مثال خیلی ساده بزنم اینجا که در بحث خالی کردن یا ایجاد فضا در بین اطلاعات ذهنی که ما را کمک کنه در بحث خلاقیت طوری که مثلا اگر ما بتونیم حادثه های ترافیکی را آمارش را کمتر کنیم ده ها تا راهکار وجود داره یکی از راهکارهایش که در بحث انگیزشی هم کمک کنده میتونه باشه که دریورا یا راننده ها اینمی فاصله بین دو موتر دو تا وسیله را مراحت کنند هر قدر نزدیک تر باشن امکان چانس ازی بیشتر است که حادثه کنن مثلا به هم تکر کنن و سلای و آسیب بزنن همدیگی خود به هر اندازه که ما اطلاعات آگاهی های ذهنی خود بین هم فاصله بتیم با مراقبه با مدیتیشن با عدم تمرکز خیلی از وقتها به اون مسائل ما اونقدر قدر میتونیم که هر اطلاعات کاربردش رو بفهمیم خیلی از وقتها در دا صورت دامدار ما روزو نگونیم اطلاعات کسب میکنیم پیرامون یک مسئله رای حل گم میکنیم چرا چون ده تا راهکار داریم نمیفهمیم چی از کدام راهکار استفاده کنیم یا مو بحث محدودیت با زیاد شدن انتخاب خیلی از وقتها گفته میشه که مثلا ما اگر بریم در یک فروشگاه سی تا تیشرت باشه و ما دوست داشته باشیم یک شب بخریم خیلی درگیری میشیم که کدامش انتخاب کنیم چرا چون محدودیت ما, دیداد ما دیداد کم است اونجا آزادی بیشتر است آزادی انتخاب بیشتر است حتی یک جای ایر آمدن تست کردن یک تقیقات نشان داد که یک فروشگاه بود سی تا مثلا تیشرت با رنگ های مختلف داشت یک فروشگاه دیگه پنج تا تیشرت با پنج رنگ مختلف آورده بود تعداد بازدید کننده های سیتا تا تیشرت خیلی زیاد بود مثلا سی درصد بود یا 60 درصد بود اما تعداد بازدید کننده های 5 تا تیشرت خیلی کم بود اما اما نتیجه چی بوده خریدار پنج رنگ تیشرت بیشتر از خریدار سی رنگ تیشرت بوده در اونجا یعنی به این مفهوم که هر قدر ما اطلاعات و آگاهی های خوده ساده بسازیم روانتر بسازیم مفهومی و کاربردی بسازیم سه تا از سه تاش استفاده کنیم نتیجه میته تا که ما بیم ده تا 20 تا صد تا راه علمی یا راهکار پیدا کنیم اما استفاده کرده نتونیم به همین خاطر من میگم که همیشه بعد فاصله اطلاعات همیشه حفظ شود فاصله آگاهی ما حفظ شوه که نتایج زندگی ما به دل ما باشه بسیار عالی در آخر هم اگر گفتنی و پیام از شما باقی مانده باشه مشتمیم ما میتونم خیلی خلاصه کنم به دوستا که <تصفح> می تضاد الهام بعد درک کنن در خیلی از وقتا ما ما زمانی که پیرومون یک مسئله فکر نمی کنیم الهامش بر ما میه مطمئنا بر شما اتفاق افتاده و امیال شاید سر شور بتین خیلی از شما پس اگر سوالات یا چالش های زندگی تانه خیلی از وقت حل کردن نمیتونین که اگر او ربط به آگاهی و اطلاعات و مسائل ریاضیکی ریز... نداشته باشد تشویش نکنین در حالت آرامش ذهنی قرار بگیرین در حالت مدیتیشن قرار بگیرین و اصلا توجهتون از اون مسئله دور کنین ببینید که به صورت الهامی براتون حل اون مسئله گفته میشه و شما خوشحالتر خواد بودین قربان شما سلامت بشه خیلی تشکر از حضور شما در برنامه صبح زندگی و اطلاعات بسیار مفیدی که با ما و همتنان عزیز ما شریک کرده قربان شما و شما بخیر اوقات خوب و خوش داشته شما. باشه از شما هم قلبن سپاس بینید های عزیز که در کنار صبح زندگی هستین فعلا نوبت رسیده به بخش خلاقیت برنامه ای که امروز مشخصا چی چیز را با هم روی بسته تصویری میبینید